خورشیدی بازی رو آغاز کنه. پاس بلند شیرزاد داخل محوطه جریمه، یه ضربه سر و توپ رو از دهانه دروازه بیرون میکشن. توپ همچنان پشت محوطه جریمه برای تیم فوتبال ملوان هست. شیرزاد برای مهرداد اولادی، خود اولادی ایسان به روی دروازه، داخل محوطه جریمه، در اون شلوغی و توی دروازه، توی دروازه، بالاخره دروازه گهر باز میشه در 69مین دقیقه بازی. ملوان انزلی 1، گهر درود لرستان 0 و شهرام مهربان که بالاخره این بار دیگه نتونست جلوی توپ بازیکنان ملوان رو بگیره. خوشحالی هواداران ملوان و مازیار زاره زننده گل اول ملوان. خب یک نتیجه فوتبال فولاد خوزستان موفق شده گل تساوی رو درون دروازه تیم فوتبال داماش گیلان جای بده. بار دیگه در صحنه آهسته ببینیم داخل محوطه جریمه و مازیار زاره با این ضربه آروم و پای چپ رو در گوشه دروازه گهر درود جای میده. دیگه رضا کاردوس پشت ضربه کورنر قرار میگیره تا این توپ رو به روی دروازه بفرسته. ضربه بلند او به تیر اول و توپ درون دروازه قرار میگیره. گل تساوی گهر در میان غفلت بازیکنان ملوان در یکی از معدود دفعاتی که گهر به سمت دروازه ملوان حمله ور میشه صاحب گل میشه. ملوان انزلی 1، گهر درود لرستان 1، زننده گل تقی ناینی. در حالی که این چهره آقای مایلی کوهن حالا امیدوار میشه که بتونه در این بازی حداقل به یک امتیاز برسه و دست خالی به لرستان بر نگرده. کمتر از 3 دقیقه به پایان بازی فرصت باقی هست. بار دیگه ضربه کرنر رو ببینیم. هیچ بازیکنی در کنار